The nervous system is the control center of the human body. It is highly sophisticated, enabling the body to perceive, interpret, and respond to changes in its environment, while also facilitating cognitive processes such as learning, memory, and language. The nervous system controls voluntary processes, including the action of skeletal muscles, and involuntary processes, including circulation, respiration, and digestion. The nervous system can be divided both structurally and functionally. Structurally, the nervous system can be divided into the central and peripheral nervous systems. The central nervous system, CNS, comprises the brain and spinal cord. The peripheral nervous system, PNS, comprises all the nervous structures outside the CNS. The peripheral nervous system includes the cranial nerves, spinal nerves, sympathetic trunk, and splanchnic nerves. The peripheral nervous system connects the central nervous system to muscles, organs, and sensory receptors. خب یک ویدیویی با هم دیگه دیدیم که هر آن چیزی که می‌خوایم توی گفتار دو بگیم رو به صورت خیلی خلاصه بهمون نشون داد. بریم سراغ بخش دوم فصل 1-11. میخوایم در مورد ساختار دستگاه عصبی با هم دیگه صحبت بکنیم. بچه ها، دستگاه عصبی دارای دو بخش هستش، بخش مرکزی و بخش محیطی. بخش مرکزی دستگاه عصبی شامل مغز و نخاع میشه و بخش محیطی هم شامل اعصابی هستش که در سراسر بدن پراکنده شده و در واقع ارتباط بین قسمت‌های مختلف و سیستم عصبی مرکزی هماهنگ میکنه و برقرار میکنه. همونجور که تو این دوتا شکل دارید میبینه، شکل کتابتون و شکلی که به صورت حالا کمکی آوردم، قسمت‌های زرد رنگ توی هر دوتا شکل داره بخش مرکزی و این دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع رو به ما نشون میده و خب قسمت‌های رنگی دیگه مثلا در شکل سمت چپ قسمت‌های آبی رنگ و در شکل سمت راست قسمت‌های نارنجی رنگ داره سیستم عصبی محیطی رو نشون میده. همونجوری که توی شکل دارید می‌بینید بچه‌ها، بیایم هر چیزی که نکته در رابطه با این قسمت هستش رو با هم دیگه بگیم. دقت بکنید بچه‌ها، توی دستگاه عصبی مرکزی نخاع رو دارید می‌بینید که خب درون ستون مهره‌ها قرار گرفته، ولی تا یک قسمتی از طول ستون مهره‌ها نخاع قرار داره. خب پس این نشون میده که طول ستون مهره‌ها از طول نخاع ما بلندتر هستش. و نکته بعدی که میتونیم از شکل‌ها برداشت کنیم این هستش که همونجور که توی شکل‌های می‌بینید بیشتر اعصاب محیطی در ارتباط با نخاع هستن و از طریق نخاع با مغز ارتباط دارن و همونجور که توی شکل‌های می‌بینید اعصاب دست از ناحیه گردنی منشأ گرفتن، یعنی اعصابی که به ناحیه گردنی نخاع متصل شدن. اما همونجور که دارید میبینید یه سری اعصابی که در داخل صورت هستن مستقیماً بدون این که از طریق نخاع پیامشون رو به مغز بفرستن مستقیماً خودشون در ارتباط با مغز هستن. اعصاب صورت هم توی این شکل واضح هستش، هم توی شکل کتابتون. بسیار خوب، ما در مورد دو تا بخش خیلی مهم یعنی مغز و نخاع داریم صحبت میکنیم. مسلماً باید قسمتی وجود داشته باشه، بخشی وجود داشته باشه که از این دو بخش بسیار بسیار مهم توی بدن ما محافظت بکنه. همونجور که سال دهم خوندیم دنده های ما
از قلب و ششهای ما که بخشای مهمی برامون بودن برای حیاتمون محافظت میکردن. بنابراین ما بخش محافظت کننده هم داریم، یعنی هم بخش استخوانی برای حفاظت از بخشای بسیار بسیار مهم بدنمون، یعنی مغز و نخاع. پس اولین عاملی که برای حفاظت از دستگاه عصبی میشه گفت ستون مهره ها هستش، که از چی حمایت میکنه بچه ها؟ از نخاع و دیگه چی؟ جمجمه، که از چی حمایت میکنه بچه ها؟ از مغز. درسته؟ خب حالا بیاییم چند تا نکته ترکیبی بگیم. بچه ها ستون مهرها از کدوم نوع استخوان‌ها بودن؟ استخوان‌های نامنظم. جمجمه از کدوم نوع استخوان بود؟ استخوان پهن. بچه ها مفصل‌هایی که بین استخوان در واقع همین ستون مهره ها وجود داره از چه نوعیه؟ آفرین، لغزنده. اما مفصل هایی که بین بخش های مختلف استخوان جمجمه هستش مفاصلش از چه نوعی هستش؟ از نوع ثابت هستش، با احتساب این که من حواسم هست از سال 11 هم. من یک استثنا هم در واقع استخوان صورت، استخوان جمجمه دارم. اون هم چی هستش؟ استخوانی که مرتبط با استخوان جمجمه است، یعنی استخوان آرواره پایینی که متحرک هستش. بسیار خوب. بخش دوم حفاظت کننده از مغز بچه ها کدوم بخشه؟ پرده مننج. بچه ها پرده مننج سلایه هستش. شکل بعدی رو بهتون نشون بدم. همونجور که توی شکل دارید میبینید که خیلی خیلی بهتر از شکل کتابتونه، ما میتونیم سلایه پرده مننج، یعنی سخت شامه از خارج به داخل، عنکبوتیه، نرم شامه رو میتونیم خیلی واضح ببینیم. بچه ها به این پرده های محافظت کننده از مغز و نخاع که دقیقا زیر جمجمه و زیر ستون مهره قرار دارن و به ترتیب حالا از خارج به داخل داریم میگیم پرده های مننج. بچه ها جنس پرده های مننج از جنس بافت پیوندیه. ویژگی های بافت پیوندی چی بود؟ همین الان یه دور واسه خودتون مرور بکنید. خب برگردیم سراغ پرده های مننج. همونجور که دارید میبینید از خارج به داخل ما استخوان در واقع جمجمه رو داریم. مثلا اینجا صرفا اومده در مورد مننجی که توی در واقع حفاظت از مغز نقش داره صحبت کرده. نگاه کنید بچه ها به سخت شامه، میبینید چقدر لایه زخیمی هستش. خب این نشون میده که خب وقتی که به استخوان جمجمه نزدیک باید یک بافت پیوندی متراکم ضخیم داشته باشه. لایه بعدی همونجور که دارید میبینید یه سری تارهایی داره شبیه تارهای عنکبوت، به خاطر همین بهش میگن عنکبوتیه. بعد نگاه بکنید بچه‌ها یه سری حفراتی داره که از توش در واقع یه سری رگهایی عبور پیدا کرده. خب لایه بعدی که خیلی خیلی نازک هم هست دارید میبینید اسمش یه نرم شامه. بچه ها در واقع میتونیم بگیم که رگهای خونرسان مغز در ارتباط با همین لایه نرم شامه هستن که تمام سطح مغز و اون شیارها و چینخوردگی های مغز رو اومدن پوشش دادن و به شدت بچه ها نازک این لایه. به عبارتی خارجی ترین لایه مننج ضخیم ترین لایه و داخلی ترین لایه مننج نازک ترین لایه هستش. همونجور که دارید تو شکل بالا میبینید بچه ها من یه سری نکته اینجا بگم.
بچه ها همونجور که توی شکل دارید میبینید بخشی از خارجی ترین یه حالت حالا خیلی محسوسی هستش، بخشی از خارجی ترین پرده منج ساختمان رو نگاه کنید، توی شکل دنبال بکنید. در واقع توی این قسمت فضای بین دو نیم کره وارد شده، میبینید توی شکل. حالا بذارید من با قلم بهتون نشون بدم. اینجا رو نگاه بکنید. بسیار خوب. لایه بعدی رو بچه ها نگاه بکنید. لایه بعدی که وارد کاملا شیار بین دو نیم کره شده و همچنین بچه ها توی خارجی ترین پرده منج یه سری حفراتی هم دیده میشه که بعضی از رگ‌های خونی لایه میانی بهش وارد شده. میبینید؟ عرضم به حضورتون که به عبارت بهتر طبق شکل کتابتونم بخوایم بگیم، سخشانه بچه ها دو لایه هستش که وسطش همونجور که دارید میبینید یک حفره ای وجود داره که این حفره بچه ها توی شکل کتابتون کاملا نصف است، نمیتونید کامل ببینید. و خب توی این حفره هم قطعا شما رگ‌های خونی رو میبینید. عرضم به حضورتون که ما گفتیم که توی نرمشامه در ارتباط با نرمشامه یه سری رگ‌های خونرسان رو میبینیم. پس میتونیم بگیم که تغذیه قشر مخ، یعنی همون منظورمون لایه چین خورده نازک خارجی مخ، به عهده کیه؟ به عهده نرمشامه هستش. بچه ها توی این شکل یه بار دیگه نگاه بکنید. توی شیار عمیق بین دو تا نیم کره، یعنی این قسمت رو بخواییم در نظر بگیریم، هر سه پرده منج دیده میشه، درسته؟ اما اگر شیارهای سطحی رو فقط بخواییم در نظر بگیریم، کدوم قسمت دیده میشه؟ فقط نرم شامه دیده میشه. بچه ها توی تکامل میزان چین خوردگی های قشر مخ توی موجودات بیشتر شده و همین باعث شده که سطح نرمشامه هم افزایش پیدا کنه. بچه ها سختشامه رو نگاه بکنید. سختشامه از هر دو طرف با عنکبوتیه در تماسه و اون دولایه درونی سختشامه بچه ها به همدیگه در واقع میرسن و به یک لایه در نهایت تبدیل میشن. بسیار خوب، برگردیم سراغ ادامه موارد حفاظت از دستگاه سیستم عصبی مرکزی. در مورد پرده منج و نکاتش صحبت کردیم که به مراتب نکات بیشتر و البته با توضیحات بیشتر توی جزوه‌تون قرار داده شده. بریم سراغ عامل بعدی. عامل بعدی بچه ها چی هستش؟ سد خونی مغزی. البته بچه ها بهتره ما این عبارت کتابتون رو کامل بکنیم، بگیم سد خونی مغزی نخاعی، چون ما فقط این سد رو در داخل مغز نداریم، در نخاع هم داریم. حالا قضیه چی هستش؟ برای اینکه اینو بگیم یا یک مروری بکنیم انواع مویرک ها رو که سال دهم با هم دیگه خوندیم. عرضم به حضورتون که ما گفتیم که مویرک‌های پیوسته، توی مویرک‌های پیوسته سلول‌های بافت پوششی با همدیگه خیلی ارتباط نزدیکی دارن. تو کجاها دیده میشه؟ توی ماهیچه‌ها، ششها، بافت چربی و دستگاه عصبی مرکزی. اصلا همین جمله است که ما رو وادار میکنه که وقتی میگیم سد خونی مغزی سریع کاملش کنیم، بگیم سد خونی مغزی نخایی. و همین باعث میشه که وجود این مویرک‌های پیوسته توی این مناطقی که گفتیم ورود و خروج مواد رو به شدت تنظیم بکنه.
جوری که انتقال میکروب ها از مورگ های پیوسته خیلی 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 سخت هستش. خب وجود همین مورگ ها در داخل مغز ما به این در واقع روند به وجودشون که به شدت ورود و خروج مواد رو تنظیم میکنن میگیم سد خونی مغزی نخایی، چون در داخل نخا هم وجود داره بچه ها. بسیار خوب، و این هم میدونیم که از منافذ بسیار بسیار نازک این مورک ها میتونه مواد مفیدی مثل اکسیژن، مثل دیوکسید کربن که میخواد از سلهای مغزی گرفته بشه وارد مورک بشه، و یا دیوکسید کربن حواستون باشه یک ماده دفعی هستش، یا گلوکوز میخواد به سلهای مغز برسه، یا بعضی از آمینو اسیدها، بعضی از داروها میتونه از این مورک ها عبور پیدا کنه. اون سراغ نوع بعدیمون یعنی مورگ های منفذدار. خیلی خوب، مورگ های پیوسته رو با هم دیگه دیدیم، بریم سراغ مورگ های منفذدار. گفتیم تو کجاها دیده میشن؟ تو کلیه ها، غدد درون ریز و توی روده دیده میشن. بچه ها این مورگ ها همونجور که دارید تو شکل میبینید منافذ خیلی زیادی دارن و عرضم به حضورتون که قشرهای پایه ضخیمی هم دارن که در واقع یک لایه پروتئینی اومده عبور مولکول‌های دارشی مثل پروتئین‌ها رو توش محدود کرده. توی مورد سوم مورک‌های ناپیوسته رو داریم که توی مغز استخوان، جگر و تحال دیده میشن و فاصله بین سلولی بافت پوششیش بچه اونقدر زیاده که به صورت یه سری حفره دیده میشه در دیواره مورک. این هم یک ریویوی بود در ضمن گفتن مورد سد خونی مغزی، سد خونی مغزی نخایی با هم دیگه انجام دادیم. خب بچه ها دیگه چه عامل حفاظتی داشتیم که از مغز و نخاع یعنی سیستم عصبی مرکزی محافظت میکرد؟ مایع مغزی نخایی. بچه ها مایع مغزی نخایی چیه؟ بذارید با یه مثال بهتون بگم. فرض کنید یه تیکه گوش رو دارین، دو تا تیکه گوش، یکیش رو میندازین در داخل یک لیوانی که هیچ چیزی توش نیست و یکیش رو میندازین داخل یک لیوان پر از آب. خب حالا این دوتا لیوان رو بگیریم به شدت تکونش بدیم، چه اتفاقی میافته؟ کدوم یکی بیشتر آسیب میبینه؟ مسلماً اون لیوانی که داخلش فقط یه تیکه گوش وجود داره، درسته؟ ولی اون لیوانی که اون گوش در داخل مایع هستش در واقع محافظتی که اون مایه میکنه، اون پوششی که اون مایه در واقع در اطراف گوش هستش و ایجاد میکنه باعث میشه که گوش آنچنان آسیب نبینه. حالا این یک مثال بود، میتونیم همین مثال رو تعمیم بدیم به مغز و نخامون. مسلماً مایعی که در اطراف این دو تا قسمت مهم وجود داره یکی در واقع بخش ضربگیر هستش و مغز و نخا رو در برابر ضرباتی که بهشون وارد میشه محافظت میکنه. بسیار خوب، بریم سراغ قسمت بعد. بچه ها توی ساختار مغز و نخاع دو تا بخش متمایز وجود داره، یکی ماده سفید و یکی ماده خاکستری. بیایم در مورد این دو تا بخش با هم دیگه صحبت کنیم. ماده سفید اجتماع رشته های دارای غلاف در واقع میلین هستش که اومده یک سری بخش سفیدی رو توی مغز و نخاع ایجاد کرده. همونجور که توی شکل دارید میبینید توی نخا ماده سفید توی قسمت‌های کناری وجود داره، ولی توی مغز توی بخش مرکزی ما ماده سفید رو می‌بینیم. درسته؟ یعنی در واقع توی ماده سفید بچه آتق گفته من چی داریم؟ آفرین، آکسون نورون حرکتی و آکسون دندیس نورون حسی رو داریم. اما ماده خاکستری چیه؟ بچه ماده خاکستری شامل جسم سلولی نورون ها و رشته های عصبی بدون میلین میشه.
توی نخاع همونجور که توی شکل دارید میبینید بخش مرکزی دارای ماده خاکستری هستش، ولی توی مغز بخش قشری دارای ماده خاکستری هستن. بچه ها نورون های رابط تو کدوم ماده قرار دارن؟ توی ماده خاکستری. بچه ها طبق شکل توی قسمت های میانی از مغز ما میتونیم ماده خاکستری رو ببینیم. ما این واژه ها رو با هم دیگه قاطی نکنیم. توی نخاع همونطور که دارید میبینید ماده خاکستری شکل یک پروانه یا حالا ایکس یا اچ قرار گرفته، فرقی نمیکنه، بخش مرکزی قرار گرفته و بقیه قسمت ها در واقع همون شامل ماده سفید هستش. توی مغز هم بخشای قشری داره ماده خاکستری هستن، ماده سفید هم توی بخشای مرکزی. البته بازم میگم ما تو قسمت میانی مغز بخشایی داریم که داره ماده خاکستری هستن، همونجور که توی شکل دارید میبینید. تا به شکل مغز و نخا توجه بکنید، هم توی مغز هم توی نخا یک شیاره. هم توی مغز هم توی نخاع یک شیار جلویی و عقبی وجود داره. خب همینجا لازمه که با همدیگه با توجه به نکته قبلی که در مورد پرده های مننژ گفتیم مرور بکنیم. ببینید بیایم مغز و نخاع رو بنویسیم که در واقع ترتیب قرارگیری لایه‌هاشون به چه صورت هستش. خب توی مغز من به ترتیب از خارج به داخل می نویسم. اول چی رو داریم بچه ها؟ جمجمه رو داریم. بعد چی رو داریم؟ سخت شامه رو داریم. درسته؟ بعد چی رو داریم؟ عنکبوتیه رو داریم. بعد چی رو داریم؟ نرم شامه رو داریم. درسته؟ و بعد چی رو داریم؟ بخش با توجه به شکل بگیم بخش خاکستریه مغز و بعد بخش سفید. درسته؟ بسیار خوب. بریم سراغ نخاع. اول از خارج به داخل ستون مهره ها، بعد سخت شامه، بعد عنکبوتیه، بعد نرم شامه، بعد چی رو داریم؟ بخش سفید، همون ماده سفید، و بعد بخش خاکستری. بچه ها این یک سال توی نظام قدیم سوال کنکور بود، الان بهتون میگم قضیه است چه قراره. نگاه بکنید توی مغز نرم شامه یا داخلی ترین لایه پرده مننژ در ارتباط با چیه؟ بخش خاکستری مغز هستش. اما توی نخاع برعکس، بخش داخلی ترین لایه مننژ یا همون نرم شامه در ارتباط با چیه؟ ماده سفید هستش. این یک سوال کنکور سراسری بود. بچه ها الان میخوام یک بخشی از یک ویدیویی که داره یک مغز واقعی رو تشریح میکنه نشون میدم که بخش سفید و بخش خاکستری رو به صورت واقعی ببینید. همونجور که دارید میبینید بخشای خاکستری رو داره نشون میده که کاملا سطح خارجی همون قشره پوشش داده و قسمت های مرکزیش هم بخش سفید، ولی توی قسمت در واقع میانی مغز هم و بخش خاکستری رو میتونیم ببینیم.
which we call the white man. بسیار خوب بچه‌ها، میریم سراغ قسمت بعدی. می‌خوایم در مورد مغز و نخاع به صورت جداگانه صحبت کنیم. اول از همه میریم سراغ مغز. همونجور که میدونید مغز از سه قسمت اصلی تشکیل شده. یعنی چی؟ یعنی مخ، مخچه و ساقه مغز. درسته؟ مخ بزرگترین بخش مغز هستش، مخچه در قسمت پشتی در واقع مخ قرار داره و ساقه مغز هم همونجور که از اسمش مشخص هستش از مغز به صورت آویزون دیده میشه. البته که یک بخشش واقعا به این صورت نیست. به اضافه این که ما بخش‌های دیگری هم مرتبط با مغز و جزو مغز دارد. این قسمت های دیگه شامل چه قسمت هایی میشه بچه ها؟ یه دور زودتر از من دو ذهنتون بیارید. شامل تالاموس، هیپوتالاموس و لیمبیک میشه که خب مثلا ساختاری مثل هیپوکامپ رو جزء سامانه لیمبیک با هم دیگه حالا یادآوری میکنیم و نکات مربوط بهش رو میگیم. بچه ساقه مغز شامل کدوم قسمت ها میشه؟ بگین. مغز میانی به ترتیب، پل مغزی و بصل و نخاع. بچه مرتبطه با مغز میانی ما چه قسمت هایی رو توی تشریح می دیدیم؟ پایک های مغزی و برجستگی های چهارگانه. درسته؟ حالا بریم سراغ این که هر کدوم از اینها رو به صورت جداگانه توضیح بدیم. خب بچه ها، بریم سراغ نیمکره های مخ. توی انسان بیشتر حجم مغز رو مخ تشکیل میده. دو تا نیمکره مخ با رشته های عصبی به هم دیگه وصل شدن. رابط های سفید رنگی مثل رابط پینه‌ای و رابط سگوش از این رشته های عصبی هستن که در واقع موقعی که ما تشریح هم کردیم بخش رو دیدیم، یعنی اولین بخش رابطه پینه‌ای رو دیدیم و بعد رابطه سگوش رو با هم دیگه پارسال دیدیم. خب عرضم به حضورتون که وقتی میگیم رشته های عصبی مثل رابطه پینه‌ای و رابطه سگوش، نشون میده که رشته های عصبی دیگه ای هم در اتصال دوتا نیمکره به هم دیگه نقش دارن. درسته؟ بچه ها این رشته ها چه رنگی بودن؟ سفید بودن. پس این نشون میده که میلین دارن. و علت این که میلین دارن بچه ها چی میتونه باشه؟ این که به سرعت باید اطلاعات رو بین دوتا نیمکره منتقل کنن. درسته؟ بچه ها دوتا نیمکره مخ همونجور که دارید میبینید به طور همزمان از همه بدن اطلاعات رو دریافت میکنن، پردازش میکنن تا بخش‌های مختلف بدن بتونه به صورت هماهنگ فعالیت کنه. درسته؟ بچه‌ها همونطور که من همیشه مثال بچه‌های دوقلوی همسان رو میزنم، همونطور که یه سری کاراشون همسان‌ها، نه نه همسان‌ها، همونطور که یه سری کارهای مشترک انجام میدن، یه سری ویژگی های منحصر به فرد هم دارن. مثل دوتا نیم کره. با اینکه یه سری کارهای مشترک انجام میدن، اما یه سری کارهای اختصاصی هم دارن. مثلا بخشی از نیم کره چپ مربوط به چیه؟ مربوط به توانایی فرد توی درک در واقع ریاضیات و استدلال هستش. و بخشی از نیم کره راست توی مهارت‌های هنری در واقع تخصص پیدا کرده.
باشه، همونجور که توی شکلهای قبلا هم دیدیم، بخش خارجی نیمکره های مخ، یعنی به عبارت قشر مخ، از ماده خاکستری تشکیل شده و یک ضخامت رو در حد چند میلیمتر تشکیل میده. و همونجور که دیدیم قشر مخ، همون سطح چین خورده مخ، شیارهای متعددی داره. درسته؟ وقتی میگیم قشر مخ از ماده خاکستری تشکیل شده، یعنی شامل چیه؟ یعنی شامل جسم سلولی نورون ها و رشته های بدون میلین هستش. همونطور که توی شکل دارید میبینید، شیارهای عمیق اومده هر کدوم از نیمکره های مخ رو به 4 تا لوب به اسم لوب پس سری، لوب گیجگاهی، لوب آهیانه و لوب پیشانی تقسیم بندی کرده که هر کدوم از اینها بچه ها مسئول یک کاری هستن. مثلا لوب پس سری که دارید توی تصویر میبینید، که حالا من تصاویر مختلف رو براتون آوردم و تصویر کتاب رو، مسئول پردازش اطلاعات بینایی هستش. همونجور که توی شکل دارید میبینید، کوچکترین لوب مخ در واقع محسوب میشه و بالای مخچه لازم موقعیتی قرار داره و اگر بخوایم ارتباطش رو با قسمت‌های دیگه بگیم، هم با مخچه در ارتباطه، هم با لوب آهیانه و هم با لوب گیجگاهی در تماس هستش. اما لوب گیجگاهی که فقط از نیمرخ دیده میشه، از بالای مغز دیده نمیشه، مسئول پردازش اطلاعات شنوایی هستش. به بصل و نخا نزدیکتر هستش و عرضم به حضورتون که با 3 تا لوب دیگه توی مخ در تماس، لوب پس سری، لوب آهیانه و لوب پیشانی و همچنین با مخچه هم در ارتباط هستش. لوب آهیانه بچه ها که عرضم به حضورتون که توی احساسات، حالا یادگیری، ادراک و هوشیاری نقش داره، توسط در واقع شیار مرکزی از لوب پیشانی اومده جدا شده، بعد با 3 تا لوب دیگه در تماسه، یعنی لوب پیشانی، لوب پس سری و لوب گیجگاهی. لوب پیشانی بچه بزرگترین لوب مخ محسوب میشه، با لوب گیجگاهی و آهیانه در تماسه و پیاز بویایی، نه لوب بویایی، هم توی در واقع لوب پیشانی قرار داره. همونجور که گفتیم، از حرفای من برداشت میشه که لوب پس سری، گیجگاهی، همه اینها با لوب پس سری و لوب گیجگاهی با مخچه، اینایی که گفتم، مرز مشترک دارن. پس در کل میشه گفتش که نگاه کنید بچه ها، ما یک شیار بین دو تا نیمکره داریم و یک شیار مرکزی داریم. اوکی؟ یک شیار بین دو تا نیمکره داریم و یک شیار مرکزی و یک شیار جانبی داریم. همین باعث میشه که ما بیایم بگیم که آقا هر نیمکره دارای 3 تا شیار هستش طبق شکل و 4 تا لوب. پس در جمع دو تا نیم کره رو بخوایم در نظر بگیریم، 7 تا شیار داریم و 8 تا لوب داریم. اوکی؟ بچه‌ها، قشر مخ رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، میگیم که شامل بخشای حسی، حرکتی و ارتباطی هستش. بخشای حسیش در واقع پیام اندام‌های حسی رو دریافت می‌کنن، بخشای حرکتی به بخشای اجرایی مثل ماهیچه و قده ها پیام میفرستن و بخشای ارتباطی بین این دوتا ارتباط برقرار میکنن. به عبارت بهتر بچه ها، قشر مخ یک جایگاهی هستش برای پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز. یه نتیجه این پردازش میشه چی؟ میشه یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه. خب بریم سراغ سومین بخش مهم مغز، یعنی ساقه مغز، که شامل مغز میانی، پل مغزی و بصل و نخا هستش. توی این شکل بکنم دقیق تر بتونیم ببینیم ساقه مغز رو. بچه‌ها، ساقه مغز در واقع قسمت پایینی مغز رو تشکیل میده، همونجور که دارید میبینید، و باعث اتصال مغز به
نخاع میشه. در واقع بچه ها مغز از طریق، بهتر اینجوری بگیم، بصل و نخاع که پایین ترین قسمت مغز هستش به نخاع متصل میشه. ساقه مغز بچه ها از بالا با مخ و از پایین با نخاع و از عقب با مخچه در ارتباطه. میبینید توی شکل از بالا با مخ، از عقب با مخچه و از پایین با نخاع در ارتباط هستش. خب به ترتیب قسمت های مختلف ساقه مغز رو میگیم و اینکه چه عمل کردی دارن. مغز میانی همونجور که دارید توی شکل میبینید بالای پل مغزی قرار گرفته و یاخته های عصبی که درونش وجود دارن توی فعالیت هایی مثل شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارن. با همدیگه چه رمزی گذاشتیم؟ شبه. برجستگی های چهارگانه و پایرک های مغزی که با همدیگه حالا توی تشریح دیدیم جزء مغز میانی محسوب میشن. عرضم به حضورتون که پل مغزی بچه ها دومین قسمت هستش. آهان، در مورد مغز میانی من یک نکته رو بگم. گفتیم توی یاخته های عصبی که درونش هستن توی فعالیت هایی مثل شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارن، درسته؟ خب من میخوام این نکته رو سیف بکنیم داشته باشیم تا دوباره میخواییم برگردیم سراغش. بریم سراغ دومی نامه. یعنی چی؟ یعنی پل مغزی. که یاخته های عصبی که توی این قسمت وجود دارن بچه ها توی تنظیم فعالیت های مختلف از جمله تنفس، ترشح بزاق و ترشح اشک نقش دارن. نقش پل مغزی توی تنفس چیه؟ شما فصل تنفس رو یاد گرفتیم، حرف از پل مغزی نشد. البته اونجا هم یه دور ریویو کردیم ولی اینجا باید بهتر این مطلب رو باز بکنیم. بچه ها مرکز مدت زمان و پایان دم توی پل مغزی قرار داره. اون فرمان حرکتی رو برای مدت زمان تنفس به عبارتی میده. یعنی چی؟ یعنی میاد روی مرکز تنفس توی بصل و نخاع اثر میذاره و باعث میشه که دم رو متوقف کنه. مرکز پل مغزی با اثرش روی بصل و نخاع باعث میشه که به عبارتی ماهیچه هایی که توی دم نقش دارن، یعنی دیافراگم و بین دنده‌ای خارجی، به حالت استراحت در بیان. اما نقشش توی ترشح بزاق چیه؟ وقتی غذایی رو داخل دهانمون میذاریم مسلما گیرنده های چشاییمون که فصل بعدی بیشتر باهاشون آشنا میشیم تحریک میشن و این تحریک از طریق اعصاب حسی به مرکز تنظیم ترشح بزاق توی پل مغزی میره. این مرکز میاد به کمک اعصاب پاراسمپاتیک باعث میشه که ترشح بزاق از غده های بزاقی افزایش پیدا کنه. پس ترشح بزاق به وسیله پل مغزی که تنظیم میشه یک انعکاس چیک پاسخ در واقع واکنشی، یا به عبارتی اینجوری بگم، جا به جا گفتن پاسخ انعکاسی هستش. بچه ها پل مغزی به عبارتی با توجه به چیزی که گفتیم میتونیم بگیم غیر مستقیم توی ترشح لیزوزیم هم نقش داره. لیزوزیم چی بود؟ لیزوزیم آنزیمی بود که در واقع ما توی خط اول دفاعیمون داشتیمش. بچه ها جسم سلولی اعصاب خودمختاری که مربوط به تنظیم ترشح بزاق هستن تو کجا قرار دارن با توجه به حرف من؟ توی پل مغزی قرار دارن. مورد سوم بچه ها بصل و نخاع هستش که پایین ترین بخش مغزه که در بالای نخاع قرار داره. چی کار میکنه؟ فشار خون و زنش قلب رو تنظیم میکنه. مرکز انعکاس هایی هستش مثل بل، سرفه، عطسه و مرکز اصلی تنظیم تنفسه. بچه ها بصل و نخاع داخل مغز ها، نه در واقع توی مغزه، توی داخل جمجمه هستش، زیر جمجمه نیست، اینو حواستون باشه. و در واقع میتونیم بگیم به عبارتی مرکز واکنش های غیر ارادی مثل مثلا ضربان قلب و تنفس به شمار میاد. بیاییم این موضوع رو بازتر بکنیم. وقتی حرف از تنفس شد، حرف از پل مغزی شد، دیگه مثلا نخاع اینجا چی کار میکنه؟
مرکز شروع و صدور پیام دم بچه توی بصل و نخاعه. وقتی که فرمان حرکتی صادر میشه که به سمت حالا دیافراگم و عضلات بین دنده خارجی بیاد، در واقع این فرمان از سمت کیه؟ از سمت همین بصل و نخاع هستش. وقتی که بیش از حد ششها پر میشن و کشیده میشه این ماهیچه های دیواره در واقع ششها، پیامی توسط عصب اون بخش حالا گیرنده های حالا تو اون قسمت وجود دارن، بخش حسی هستن، پیامی توسط عصب به سمت چی برده میشه؟ به سمت مرکز تنفس یا بصل و نخاع ارسال میشه که بلا فاصله ادامه دم رو بتونه پایان بده و ادامه دم رو جلوش رو بگیره. اوکی؟ خب مرکز مدت زمان و پایان دم کجا بود؟ توی پل مغزی بود. پل مغزی می اومد روی بصل و نخاع اثر میذاش، رو مرکز تنفس روی بصل و نخاع، از طریق اون می اومد فرمان پایان دم، یعنی استراحت دیافراگم و عضلات بین دنده خارجی صادر میشد. خب عرضم به حضورتون که گیرنده های حساس داریم به افزایش کربن دی اکسید که توی بصل و نخاع قرار دارن. گیرنده های حساس به کمبود اکسیژن تو کجا قرار دارن؟ توی بیشتر سخرک های ناحیه گردن و سخرک آورت قرار داره. این گیرنده ها بچه ها میتونن روی بصل و نخاع اثر کنن و با اثر بر مرکز تنظیم تنفس که مرکز اصلی تنظیم تنفس روی بصل و نخاع هستش و اعصاب خود مختاره حالا مؤثر بر قلب، فعالیت این دستگاه ها رو تنظیم کنن که باعث چی میشه در جمع؟ باعث میشه که تعداد تنفس افزایش پیدا کنه، ضربان قلب افزایش پیدا کنه. و یه نکته رو حتما فصل خودش بهتون گفتم، اینجا هم میگم بچه ها، تحریک اعصاب سمپاتیک باعث میشه که فعالیت قلب افزایش پیدا کنه، درسته؟ تحریک اعصاب پاراسمپاتیک باعث میشه که فعالیت قلب کاهش پیدا کنه. و مرکز هماهنگی این اعصاب کجاست؟ توی بصل و نخاع و پل مغزی و در نزدیکی مرکز تنظیم تنفس توی این قسمت ها وجود داره. یعنی خیلی با هم دیگه ارتباط تنگاتنگی دارن. بچه ها مرحله در واقع مرحله ارادی بل، چون ما گفتیم دیگه بل هم یه قسمت ارادی داره هم یه قسمت غیر ارادی داره، یعنی از یه جایی به بعد دیگه دست شما نیست. تحت کنترل چیه؟ تحت کنترل قشر مخ هستش که باعث میشه که انتقال لقمه غذا از دهان به حلق انجام بشه. اون مرحله غیر ارادی که در واقع اینو انعکاس هستش، مرکزش کجاست؟ مرکزش در بصل و نخاع هستش که باعث میشه انتقال لقمه غذا از حلق به مری انجام بشه. توی انعکاس بعد چه اتفاقاتی میافتاد؟ همین الان یه دور مرور بکنیم. و عرضم به حضورتون که انعکاس های دیگه ای مثل عطسه و سرفه هم بچه ها مرکز تنظیمش همین بصل و نخاع هستش. بریم سراغ قسمت بعدی، یعنی مخچه. میخواییم در مورد مخچه با هم دیگه صحبت بکنیم. همونجور که توی شکل دارید میبینید بچه ها، مخچه در پشت ساقه مغز قرار داره و شامل چیه بچه ها؟ دو نیمکره هستش و بخشی هستش که این دوتا نیمکره رو به هم وصل میکنه به نام کرمینه، چون شبیه کرمه بهش میگن کرمینه. بچه ها این اندام مرکز چی بود؟ مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل بود. از چه قسمت هایی پیام میگرفت؟ به صورت پیوسته از بخشی دیگه مغز، یعنی کی؟ چی رو گفتم سیف کنید؟ آفرین، مغز میانی. دیگه چی؟ نخا. دیگه اندام های حسی مثل گوش ها. کدوم قسمت گوش ها؟ گیرنده های تعادل که توی مجاری نیم دایره بودن و پوست
و در واقع گیرنده های حس وضعیت که در ماهیچه ها بودن و چشم ها پیام دریافت میکرد و بررسی میکرد تا بتونه حرکات بدن رو در حالت های مختلف هماهنگ بکنه. درسته؟ بعد بچه ها وسط مخچه دارین بخشی میبینین به نام بخش سفیدی میبینین، به عبارت بهتر، حالا بهتر بگم، بخش سفید جوری وارد بخش خاکستری شده که یک حالت درخت مانند بهش در واقع شکل داده. ما به این قسمت میگیم درخت زندگی. بچه ها مخچه مهمترین مرکز برای تنظیم وضعیت بدن و در واقع حفظ تعادل. اوکی؟ هم از دستگاه عصبی مرکزی یعنی مغز و نخاع پیام میگیره، هم از دستگاه عصبی محیطی به خاطر اون اندامهای حسی که گفتیم، و بعدش میاد اون دستورهای حرکتی لازم رو میده برای هماهنگی قسمت‌های مختلف. درسته؟ یه نکته که یادم رفت بهتون بگم این بود که بچه مسلمان براتون پیش اومده که وقتی غذایی رو میبینین یا بوی غذایی به مشامتون میخوره، ترشح بزاقتون افزایش پیدا میکنه. خب همین نشون میده که پل مغزی از چشم و بینی هم میتونه پیام های حسی رو دریافت بکنه. این نکته بود که جا موند بهتون بگم و عرضم به حضورتون که از مخچه هم قسمتی نموند که ناگفته بمونه. خب بریم سراغ ساختارهای دیگر مغز. یعنی چی؟ یعنی تالاموس، هیپوتالاموس و سامانه لیمبیک. در مورد تالاموس یا نهنج چی میدونیم؟ اینو میدونیم که محل پردازش اولیه، محل پردازش اولیه اطلاعات حسی و تقویت اطلاعات حسی هستش. البته اینم ذکر کنیم که اغلب پیام‌های حسی میتونن توی تالاموس جمع بشن تا به بخش‌های مرتبط توی قشر مخ جهت پردازش نهایی فرستاده بشن. چرا این واژه اغلب رو آوردم بچه‌ها؟ بیایم یک در واقع ریویوی بکنیم از فصل دومتون، فصل دوم 11 مثلا پیام‌های بویایی بچه‌ها مستقیماً وارد پیاز بویایی میشه و اصلا در واقع با اون تالاموس برای تقویت شدن وارد تالاموس نمیشه. بیاییم باسر کنیم قضیه رو. گفتیم گیرنده های بویایی در واقع یک نورون تمایزی یافته هستن. یعنی چی؟ یعنی دندیتشون مژگدار شده. وقتی که مولکول های شیمیایی بودار برخورد میکنن با این موجک ها، باعث میشه که تحریک اتفاق بیفته. تحریک یعنی چی؟ یعنی پتانسیل عمل. پتانسیل عمل یعنی چی؟ یعنی پیام عصبی. پیام عصبی ایجاد میشه، میاد از طریق این نورون های حسی به قسمت های از مغز برده میشه. چجوری؟ از منافذ بین در واقع استخوان های جمجمه این نورون ها عبور پیدا میکنه، نورون های حسی، و بعد حالا با سیناپس هایی که با نورون های پیاز بویایی برقرار میکنه پیام رو به قسمت های بعدی منتقل میکنه. بنابراین اصلا اون تالاموس رو در واقع برای اینکه داخلش بشه و تقویت بشه و اینا در رابطه مثلا با پیام های بویایی این قضیه وجود نداره. بنابراین ما میگیم اغلب پیام های حسی برای تقویت شدن وارد تالاموس. خب برگردیم سراغ شکلمون بچه ها. داشتیم در مورد تالاموس صحبت میکردیم. بچه ها حالا نمیدونم اینجا میتونم راحت تر بهتون نشون بدم یا توی این شکل. بله این شکل واضح تر هستش. تالاموس بچه ها، تالاموس هم دو تا هستش که میتونیم بگیم دو نیم کره هستش که توسط یک رابطه بسیار بسیار نازکی به هم دیگه متصل شدن که با کمترین فشار میتونه این رابط کاملا پاره بشه. و عرضم به حضورتون که اصولا هم توی تشریح ها ما این رابطه تالاموس رو نمیتونیم ببینیم، چون با کمترین فشاری که ما از قسمت های قبل دادیم از هم جدا میشه این رابطه بین دو تا نیم کره تالاموس.
و عرضم به حضورتون در مورد استثنایی که داشتیم در رابطه با تالاموس گفتیم که اغلب پیام های حسی توی تالاموس دور هم جمع میشن، ولی مثلا پیام های بویایی نمیرن برای تقویت به تالاموس، مستقیما توسط حالا اون بخش لیمبیک به قشر مخ میرن، در ارتباط به پیاز بویایی میرن و در ارتباط با سامانه لیمبیک به قشر مخ میرن و پردازش میشن. و عرضم به حضورتون که به سراغ هیپوتالاموس که توی شکل دارید میبینید، اسمش معلومه دیگه، یا زیر نهج، زیر تالاموس هستش، یکم هم جلوتر از مغز میانی قرار داره. توی چه فعالیت های نقش دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنگی، گرسنگی و خواب رو میتونه تنظیم بکنه. ببینید بچه ها، ما گفتیم که یه سری گیرنده های دمایی داریم توی پوستمون که نسبت به تغییرات دمایی سطح پوست، سطح بدن حساس هستن. یه سری هم گیرنده ها داریم که در درون بدنمون، گیرنده های دمایی داریم که در درون بدنمون هستن و نسبت به دمای خون حساسن. بچه ها، تنظیم دمای بدن توسط هیپوتالاموس انجام میشه، اما درک دما بر عهده یکی قشر مخ هستش. اوکی؟ اون درک آخری بر اساس که قشر مخ هستش. و یه نکته دیگه بچه ها که حالا تو این شکل کمی تا قسمتی میشه متوجه شد، این هستش که تالاموس و هیپوتالاموس خاکستری هن، اما توی ماده سفید قرار دارن. همین بهتون یه سری نکات رو میرسونه. توی جسم سلولی نوران های هیپوتالاموس بچه ها، همونجوری که فصل چهارم حالا بهش اشاره میکنیم مفصل، هورمون های آزاد کننده و مهار کننده ساخته میشن. میگیم هورمون یعنی چی؟ یعنی به داخل خون ریخته میشن. روی هیپوفیز پیشین اثر میذارن و میتونه هورمون های حالا اکسیتوسین و یا هورمون ضد ادراری هم بسازه که از طریق آکسون میره به هیپوفیز پسین برده میشه و در اونجا ذخیره میشه تا موقعی لزوم به درون خون ترشح بشه. علاوه بر اینکه حالا هیپوتالاموس توی تنظیم خواب هم نقش داره. کی دیگه توی تنظیم خواب نقش داشت بچه ها؟ بذارید شکل رو بیارم تا یادتون بیفته. قده پینئال، درسته؟ یا اپیفیز که با ترشح ملاتونین توی تنظیم ریتم شبانه نقش داشت. اینا جفتشون روی تنظیم خواب نقش دارن. عرضم به حضورتون که بیایم یک روندی که ترکیبی هستش رو با هم دیگه مرور بکنیم، حالا که حرف از هیپوتالاموس شد. ما گفتیم توی 11 فصل 5 11 و فصل 4 که توی استرس، توی تنش که طولانی مدت باشه، یک هورمون آزاد کننده از هیپوتالاموس آزاد میشه، میاد اثر میذاره روی چی؟ روی هیپوفیز پیشین. قده هیپوفیز هم بچه ها میتونید توی شکل ببینید. فقط یک موضوعی که هست، زمانی که معمولا میان مغز رو جدا میکنن برای تشریح، به علت نحوه قرارگیری قده هیپوفیز درونه حالا استخوانی که در بر گرفتتش، معمولا جا میمونه و دیده نمیشه. پس ما اینو زمان تشریح ندیدیم. خب داشتیم چی میگفتیم؟ توی تنش های طولانی مدت هورمون آزاد کننده از هیپوتالاموس ترشح میشه، روی هیپوفیز پیشین اثر میذاره و همین باعث میشه که هورمون محرک قده فوق کلی از هیپوفیز پیشین ترشح بشه. این هورمون میاد در واقع قده فوق کلی رو تحریک میکنه. چه اتفاقی میفته؟ کورتیزول از بخش قشری قده فوق کلی ترشح میشه. کورتیزول چیکار میکرد؟ میومد با تجزیه پروتئین ها و تبدیلشون به قند، قند خون رو افزایش میداد. اوکی؟ یک روند خیلی ترکیبی بود از حالا ترکیب چند تا فصل. ما گفتیم هیپوتالاموس رو تنظیم دما نقش داره، پس توی دومین خط دفاعی یعنی تب هم نقش داره هیپوتالاموس بچه ها.
یا مثلا موضوعی که حتی سال دهم هم بهش اشاره کردیم، درس سال دهم بهش اشاره کردیم، گفتیم زمانی که فشار خونا، فشار اسمزی خونا افزایش پیدا میکنه، گرنده های اسمزی هیپوتالاموس تحریک میشن و باعث میشه که دو تا اتفاق رخ بده. یکی اینکه فرد احساس تشنگی بکنه و بیشتر احساس این که باید آب بنوشه پیدا کنه، و از سمت دیگه هورمون ضد ادراری از هیپوفیز پسین ترشح میشه که بازجذب آب رو از کلیه ها افزایش میده و به این ترتیب کمک میکنه که دفع آب از طریق ادرار کاهش پیدا کنه. درسته؟ خب بریم سراغ قسمت بعدی، یعنی سامانه لیمبیک، که فکر کنم تو این شکل، تو این شکل شکل کتابتون خیلی واضح در هستش. در مورد سامانه کناره یا لیمبیک صحبت کنیم که با چه قسمتی ارتباط داره؟ با قشر مخ، تالاموس و هیپوتالاموس ارتباط داره. تو چی نقش داره؟ تو احساساتی مثل ترس، خشم، لذت و حتی حافظه نقش داره. بچه ها از لحاظ موقعیتی کجاست؟ پشت پیاز بویایی قرار داره. پیاز بویایی کجاست؟ جلوی لیمبیک قرار داره. این موقعیت ها بچه ها مهمه. خب از این نشون میده که پیاز بویایی و لیمبیک رابطه نزدیکی با هم دیگه دارن. بچه ها خیلی گفته میشه لوب بویایی، بهتره بگیم پیاز بویایی. حالا اگر لوب بویایی هم نوشته بشه موردی نداره، ولی اشتباه، اشتباه رایج علمیه. شما بگین پیاز بویایی. بچه ها لیمبیک میاد تالاموس و هیپوتالاموس رو به قشر مخ متصل میکنه. از روی ارتباطشون و تصویرشون میتونید متوجه بشید. نمیاد تالاموس رو به هیپوتالاموس متصل کنه، نه، میاد تالاموس و هیپوتالاموس رو به قشر مخ وصل میکنه. ما میگیم که سامانه یا دستگاه لیمبیک، یعنی جز یک سری ساختارهایی رو شامل میشه. درسته؟ اسپک مغز یا هیپوکامپ هم بچه ها یکی از اجزای همین سامانه لیمبیک هستن که توی تشکیل حافظه و یادگیری نقش داره. حافظه افرادی که حالا هیپوکامپشون در اثر جراحی یا یک آسیب ناگهانی، یک اتفاق ناگهانی آسیب دیده، باعث میشه که دچار اختلال بشه. یعنی چی؟ یعنی این افراد نمیتونن خاطرات و در واقع اون اطلاعاتی که از بعد اون حادثه یا بعد اون عمل جراحی براشون اتفاق میفته رو به یاد بیارن. حالا بر اساس شدت ضربه و نوع تخریب، این حالا این که این اطلاعات رو به یاد بیارن، زمان این به یاد آوردنشون از چند دقیقه هستش تا مثلا 24 ساعت نهایتاً. مثلا ممکنه که اینا بچه ها خاطرات قبل از این اتفاق و قبل از جراحی رو کاملا به یاد میارن، فقط از اون موقع به بعد حافظشون به مشکل میخوره. مثلا ممکنه که یک فرد جدیدی که باش آشنا میشن رو هر روز لازم باشه اون فرد خودش رو معرفی بکنه، یا مثلا یک شمارهی بهشون میگی ممکن چند دقیقه بعد یا چند ساعت بعد از یاد ببرن. و بچه ها هیپوکامپ یه خصوصیتی که داره و خیلی در مورد شما صادقه این هستش که تکرار اطلاعات تو این قسمت، اطلاعاتی که بهش وارد میشه برای چندین بار، باعث میشه که ذخیره سازیش توی حافظه بلند مدت انجام بشه. چرا؟ چون هیپوکامپ تو ایجاد حافظه کوتاه مدت و تبدیلش به حافظه بلند مدت نقش داره. بچه ها مغز انسان دو تا هیپوکامپ داره، هر کدومش تو یکی از این کره ها قرار داره. موقعیتی کجاست؟ پایین تالاموس و هیپوتالاموس هستش و توی لوب گیجگاهی هم، حالا خیلی دقیق تر بخوایم بگیم، قرار داره. خب بریم سراغ مطلب بعدی، یعنی اعتیاد. اعتیاد یعنی چی؟ یعنی وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتار که ترکش مشکلات جسمی و روانی رو برای اون فرد به وجود میاره.
حالا مثال های مختلفی هست، مثلا مثال برای مصرف یک ماده میتونیم مصرف الکل، کوکائین، نیکوتین، هروئین، مورفین و حتی کافئین قهوه رو بیاریم، یا برای انجام یک رفتار میتونیم وابستگی به نت، وابستگی به یک بازی خاص، یا حتی وابستگی همین نسا که خیلی هاتون درگیرش هستین رو مثال بیاریم. بچه ها، اعتیاد نه فقط سلامت جسمی و روانی اون فرد مصرف کننده رو، بلکه کسایی که در ارتباط با اون فرد هستن رو هم و در نهایت بخوایی روی هم جمع کنید جامعه رو به خطر میندازه. اما بیایم سراغ مواد اعتیادآور و ارتباطش با مغز. ببینید بچه ها، اولین تصمیم برای مصرف مواد اعتیادآور توی اغلب افراد اختیاری، یعنی خودش تصمیم میگیره که تو اون لحظه برای اولین بار اون ماده یا اون رفتار رو انجام بده یا نه. استفاده مکرر از اون ماده اعتیادآور یه سری تغییراتی رو توی مغز ایجاد میکنه که دیگه فرد نمیتونه با میل شدیدش برای مصرفش مقابله بکنه. حالا این تغییرات ممکنه که دائمی باشه. به همین علت ما اعتیاد رو یک بیماری برگشت پذیر میدونیم که ممکنه یه فردی بعد از 10 سال که حالا ترک کرده وقتی در معرض مصرف قرار بگیره دوباره مصرف بکنه. بچه‌ها، مواد اعتیادآور بیشتر یه بخش از سامانه لیمبیک اثر میذارن و باعث چی میشن؟ باعث آزاد شدن ناقل‌های عصبی از طریق اگزوسیتوز میشن. مثل چی؟ حالا مثال از ناقل عصبی بخوایم خیلی تخصصی تر بزنیم، مثل دوپامین. دوپامین یک ناقل عصبی هستش که توی فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد میکنه. پس توی این فرد میل شدیدی به مصرف دوباره اون ماده ایجاد میشه. اما با ادامه مصرف این ماده اعتیادآور یا حتی اون رفتار، دوپامین کمتری آزاد میشه و همین باعث میشه که فرد احساس کسالت بکنه، احساس افسردگی و بی‌حوصلگی بکنه. چرا؟ چون دیگه بچه ها اون بدنش از صورت نرمال خارج شده و فقط در حضور اون ماده یا انجام اون رفتار میتونه. الان که فعلا داریم در مورد مواد اعتیادآور صحبت میکنیم، در حضور اون ماده میتونه فعالیت طبیعی رو به نسبت داشته باشه. عرضم به حضورتون که خب فرد میاد برای اینکه از این حالت بی‌حوصلگی جدا بشه و همون حس اولین باری که مصرف کرده رو به دست بیاره، مقدار اون ماده اعتیادآور و فاصله در واقع بین مصرفش رو زیاد میکنه، بیشتر میکنه. همین باعث میشه که مواد اعتیادآور بیاد رو بخشه دیگه از حالا مغزم اثر بذاره، مثلا میاد روی قشر مخ هم اثر میذاره. خب وقتی روی قشر مخ اثر بذاره یعنی چه توانایی هایی از فرد سلب میشه یا دچار اختلال میشه؟ توانایی هایی مثل چی؟ مثل قدرت قضاوت، تصمیم گیری، حتی خودکنترلی فرد کم میشه بچه ها. که این اثرات بچه ها روی نوجوانا، مغز نوجوانا به واسه اینکه توی سن رشد هستن بیشتر هستش و میتونه حتی تغییرات برگشت ناپذیر رو ایجاد بکنه. بچه ها، توی اعتیاد سامانه لیمبیک بیش از یک نوع ناقل عصبی رو آزاد میکنه. یکی از ناقل های عصبی که آزاد میکنه دوپامینه. عرضم به حضورتون که توی شکل الان دارید اثر یک ماده اعتیادآور روی مغز، فعالیت مغز رو با بررسی مصرف گلوکوز توسط سلول‌هاش بررسی می‌کنیم. توی شکل دقت بکنید، شکل اول از بالا اومده، مغز یک مغز طبیعی رو نشون داده که سلول‌های مغز با توجه به اینکه گلوکوز سالم و گلوکوز مصرف می‌کنن به حالت قرمز و زرد حالا نشون داده شدن. بعد اومده توی شکل وسط مغز فردی ها نشون داده که 10 روز از ترک مصرف کوکائینش گذشته. میبینید چقدر این سلول ها از کار افتادن و چقدر میزان نواحی زرد قرمز که من زیاد اصلا نمیبینم، شاید یکی دو تا نقطه ببینم، و چقدر این نواحی کم شدن داره نشون میده. این اثر در واقع کوکائین رو روی مغز داره نشون میده. شکل سوم رو نگاه بکنید، 100 روز بعد از آخرین مصرف یا همون ترکش هستش. دقت کنید
قسمت های جلویی مغز کمتر بهبود پیدا کرده، ولی قسمت های عقبی به نسبت حالا اون 10 روز پس از آخرین مصرف بیشتر بهبود پیدا کرده. خب بریم سراغ عوارض مصرف الکل. بچه ها الکل حتی به مقدار کم توی نوشیدنی ها میتونه اثرات خودش رو تو طولانی مدت بذاره، حتی اگر دوزش بالا باشه که خب میتونه تو کوتاه مدت هم اثرش رو بذاره. چرا؟ چون محلول در چربی هستش و به راحتی میتونه از غشا عبور کنه، از غشای سلول ها، و میتونه توی دستگاه گوارش به سرعت جذب بشه و میتونه از غشای سلول های عصبی عبور پیدا کنه، به قسمت های مختلف مغز اثر بذاره، فعالیت هاشو مختل بکنه. پس به واسطه اینکه محلول در چربی هستش میتونه به سرعت در دستگاه گوارش جذب بشه و عرضم به حضورتون که به سرعت میتونه وارد یاخته عصبی بشه، روی فعالیت های اثر بذاره بر فعالیت های مغز. مثلا یکی از عواملی که میتونم براتون مثال بذارم که روی هیپوکامپ هم میتونه اثر بذاره. خب دیگه چه اثراتی داره روی مغز؟ میتونه روی فعالیت انواع ناقل های عصبی اثر بذاره، حالا کم و زیاد بکنه این ناقل های عصبی رو بسته به اون نوع ماده، در واقع نوع الکل و مقدار الکل داره، درصد الکل داره. میتونه فعالیت های مغز رو کند بکنه. یعنی چی؟ یعنی زمان واکنش فرد نسبت به یک محرک محیطی خیلی طولانی میشه. میتونه فعالیت های بدن رو کم بکنه و باعث آرامسازی ماهیچه ها بشه. یعنی روی چی اثر میذاره؟ روی سلول های ماهیچه ای میتونه اثر بذاره. پس اثر میذاره بر ناقل های عصبی، چیزی که گفتیم، اثر میذاره بر فعالیت مغز و میتونه فعالیت ها رو کند بکنه. عرضم به حضورتون که روی ماهیچه ها از طریق مغز میتونه اثر بذاره. یعنی چی؟ یعنی عمل کردشون رو کند بکنه، اون روند انقباض ماهیچه کند میشه. میتونه توی گفتارشون اختلال ایجاد بکنه، میتونه روی در واقع به استرابشون نقش بذاره، استرابشون رو به شدت کم میکنه. اصلا خیلی از مردم تو کشورهای اروپایی یا غربی به همین دلیل الکل رو مصرف میکنن. میتونه دردشون رو کاهش بده. این یعنی چی؟ یعنی که خب درد چی بود؟ یک سازوکار حفاظتی بود. همین باعث میشه که احتمال آسیب توی این افراد زیاد بشه. باعث خوابالودگی میشه تو این افراد. یعنی روی چی اثر میذاره؟ روی هیپوتالاموس اثر میذاره. عرضم به حضورتون که منگشون میکنه، یعنی توی مخچه اثر میذاره، مثلا تلو تلو میخورن، همین به خاطر اثرش روی مخچه هستش. هوشیاریشون کم میشه، یعنی روی قشر مخشون اثر میذاره. ما گفتیم به سرعت توی دستگاه، حالا اثرش و فعالیت های مغز و حالا مثال هاشو گفتم، گفتیم به سرعت توی دستگاه گوارش جذب میشه. خب چه در واقع اثراتی توی گوارش میذاره؟ ببین بچه ها، میتونه کبد رو تحت تاثیر قرار بده. خب مگه ما نگفتیم که کبد صفرا میسازه و صفرا میاد گوارش چربی ها رو تسهیل میکنه؟ خب ویتامین هایی مثل دکا مگه محلول در چربی نبودن؟ خب وقتی که این روندش مختل بشه به خاطر اثر الکل، مسلماً ویتامین هایی محلول در چربی مثل دکا
نمیتونن به خوبی جذب بشن و همین باعث میشه که مثلا یا ویتامین دی کم بشه، استقامه استخوان‌ها کم میشه، ویتامین کا توی روند انعقاد نقش داره، اون در واقع کاهش پیدا میکنه، ویتامین آ توی ماده حساس به نور در واقع نقش داره. عرضم به حضورتون که میتونه عامل ریفلاکس معده بشه، حتی میتونه از جفت عبور کنه، روی جنین اثر بذاره. خب بریم سراغ عامل بعدی. تا الان در مورد مغز صحبت کردیم، بریم سراغ و هر چیزی که در رابطه با مغز بود، حالا بریم سراغ نخاع که جزء سیستم عصبی مرکزی هستش. بچه ها همونجور که گفتیم نخاع در اون ستون مهره ها هستش که از بصل و نخاع شروع شده تا دومی مهره کمر کشیده شده. چی کار میکنه؟ میاد مغز رو به دستگاه عصبی محیطی متصل میکنه و مسیر عبور پیام های حسی هستش از اندام های بدن به سمت مغز و پیام ها رو از مغز به سمت اندام ها و بخش های اجرایی میاره. علاوه بر همه این کاری که میکنه، مرکز برخی از انعکاس های بدن هم هست. ما گفتیم مرکز بیشتر انعکاس ها بخشی توی مغزه، اما مرکز برخی انعکاس ها توی نخاع است. همونجور که توی ابتدای گفتارم گفتیم، نخاع بچه‌ها در تمام طول ستون مهره‌ها قرار نگرفته. طول ستون مهره‌ها خیلی بیشتر از نخاع هستش. بچه همونجور که توی شکل دارید میبینید، توی این شکل دارید میبینید، من اشاره کنم. هر مهره‌ای که حالا توی ستون مهره ها وجود داره یک سوراخی داره که در امتداد هم قرار گرفتن این سوراخ ها لوله‌ای به وجود میاد که در واقع نخاع درونش قرار داره. توی نخاع ما گفتیم که ماده خاکستری تو مرکز حالت حالا ایکس مانند یا پروانه مانند و ماده سفید در اطرافش هستش. عرضم به حضورشون که حالا نکاتی که چند دقیقه قبل ذکر کردیم. بچه ها نخا فعالیت های ارادی رو انجام نمیده. فعالیت هایی که نخا دست رو عمل کردشون رو میده غیر ارادی هستن. در انعکاس مثانه مثلا نخا میاد به عضله صاف دیواره مثانه دستور میده، یا مثلا تو انعکاس عقب کشیدن دست در اثر برخورد با یک جسم داغ یا تیز، نخا هستش که به عضله اسکلتی یا همون ارادی دستور میده. خب لازم برای این که ما ادامه نکات رو در مورد نخا داشته باشیم، اول وارد مبحث اعصاب محیطی بشیم. بچه اون بخشی که همونجور که اول گفتار گفتیم، اون بخشی از دستگاه عصبی که میاد مغز و نخا رو به بخشای دیگه مرتبط میکنه، دستگاه عصبی محیطی هستش. و ما 12 جفت عصب مغزی داریم، 31 جفت عصب نخایی داریم که میان دستگاه عصبی مرکز رو به قسمت های دیگه بدن مثل اندام های حسی و ماهیچه ها مرتبط میکنن. بچه ها هر عصب، من شکل رو بیارم براتون، همین شکل هستش، شکل واضح ترش رو توی جزوه براتون گذاشتم. وقتی میگیم عصب یعنی چی؟ یعنی مجموعه از رشته های عصبی که درون یک بافت پیوندی قرار گرفتن. اوکی؟ وقتی میگیم رشته عصبی یعنی چی؟ یعنی بخش های طویل یک نورون خاص. مثلا میگیم که دندریت نورون حسی، آکسون نورون حرکتی که بخشای طویل این نورون ها هستن. وقتی میگیم عصب یعنی مجموعه از حالا رشته های عصبی که درون بافت پیوندی قرار گرفته. وقتی میگیم عصب حسی یعنی مجموعه از اون رشته های عصبی حسی که درون بافت پیوندی قرار گرفتن. وقتی میگیم عصب حرکتی یعنی مجموعه از رشته های عصبی حرکتی که درون بافت پیوندی قرار گرفتن. بچه ها به عبارت بهتر، دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش هستش، بخش حسی و بخش حرکتی. با بخش در واقع حسی این قسمت فصل بعد آشنا میشیم، اما در مورد بخش حرکتی باید بگم که میاد پیام های عصبی رو به اندام های اجرا کننده مثل ماهیچه ها و غده ها میرسونه. دستگاه عصبی محیطی همونجور که گفتیم بخش حسی هم داره، حالا گفتم پس بعدی بیشتر میخونیم، ولی چی کار میکنه؟ در همین حد فعلا بدونیم که پیام های عصبی رو از اندام ها یعنی مثل چشم و گوش و پا
پوست و اینا به مرکز عصبی منتقل میکنه. بخش حرکتی هم که گفتیم کارشو، بخش حرکتی بچه ها خودش دو تا قسمت داره، بخش پیکری و بخش خودمختار. بخش پیکری نورون های حرکتی هستن که مایچه های اسکلتی رو، مایچه های ارادی رو تحریک میکنن، و بخش خودمختار که شامل سمپاتیک و پاراسمپاتیک میشه نورون هایی هستن که ماهیچه های صاف و قلبی رو میتونن تحریک بکنن. عرضم به حضورتون که بچه ها ما یه اعصاب رو نگفتیم، حالا میخوام در موردش صحبت کنم. تو اعصاب محیطی اعصابی داریم تحت عنوان اعصاب مختلط. اعصاب حسی رو گفتیم، اعصاب حرکتی رو گفتیم، اعصاب مختلط. خب اعصاب حسی بچه‌ها اعصابی هستن که پیام‌های عصبی رو، و تعریف حالا این که مجموعه‌ای از رشته‌های عصبی هستن هم بهتون گفتم، میان پیام‌های عصبی رو از اندام‌ها به مغز می‌برن. اعصاب حرکتی پیام‌های عصبی رو از مغز و نخاع به ماهیچه یا غده‌ها می‌برن. اما اعصاب مختلط مجموعه‌ای از چیان؟ تارهای حسی و حرکتی هستن. به عبارتی میتونیم بهشون بگیم اعصاب نخاعی. درسته؟ بسیار خوب. پس اینو با هم دیگه قاطی نکن. ما تو بدنمون سه نوع نورون داریم. نورون حسی، نورون حرکتی و نورون رابط. و سه نوع عصب داریم. عصب حسی، عصب حرکتی و عصب مختلط. اینا از هم دیگه دسته‌بندی‌هاشون جداست و چا فرق میکنه. پس دستگاه عصبی محیطی ما فقط از اعصاب حسی و از اعصاب حرکتی تشکیل نشده. الان متوجه شدیم که اون اعصاب نخاعی که میگیم، اعصاب مختلط هم جزئی از بخش در واقع دستگاه عصبی محیطی